مذهبی ما اصلا که اهل سنت و جماعت از شیعه مذهب به چی فرق میکنه؟ هر کسی که جانب قبله نماز میخواند خدا یکتا و یگانه را میشناسد، پیغمبری او را برحق میداند، همه اونا برادرهای ما و شماست. از شیعه مذهب ها را دشمنی کردن دشمنی خدا کم است، با آنها دشمنی کنید. من این شکرچندی که تفاوتی دارن، فرقیتی دارن نسبت صحابای پیغمبر، ممکن تحقیرهایی دارن. نه، من تا زندم میگم عمر حرومزاده بوده، تا زندم میگم هرچی سنی حرومزادن. عمر لعنت الله علیه، دین ابو بکر لعنت الله علیه. برای ما و شما جدا کردن امروز اهل سنت از شیعه هیچ لازم هم نیست و در داخل این موضوع ما و شما کار هم نکنیم. همین قدر بدانیم که اونا برادر ما و شماست، اونا هم غمخوار اسلام هستن، اونا هم چکار میکنن در راه اسلام خدمت کرده ایستادن. اکثر امروز تجارت ما و شما از حساب همون مردم شیعه مذهب است. به دست حضرت مهدی سلام الله علیه قبله رم آقا عوض میکنن و به سمت کربلا سوق میدن که آقا اصلا قبله کربلا سمت امام حسین. جالب تر از اینو بهتون نشون بدم که آقای نوری مالکی، دوستان صداش یک کمی بیارن پایین، من ترجمه میکنم حرفای ایشون رو. باذن الله حينما تتطور كربلا، بإذن الله که کربلا پیشرفت بکنه، کربلا باید قبله عالم اسلام باشه، چرا که اونجا حسین است. این زمانی که مهاجر زندگی داریم از همه مهمتر چیست؟ حمایت کردن شریعت الله است. اما شریعت الله را که حمایت میکند برادران، علم ها باید حمایت کرد. اما کدام علم ها؟ علم های خدای خور؟ نه، علم های حقگو که فقط به حکم الله عمل میکند، آنها شریعت الله را حمایت میکنند. تو حق را بگو، وظیفه تو حق را گفتن است، وظیفه تو انسان را به حق دعوت کردن است. قسم به خدای کعبه که تو دین الله را حمایت کن، تو در نزد دین الله باش. آنانی که به تو ظلم کردند روز زیر پای تو پرتفته می شوند. الله تو را هم در دنیا هم در آخرت